ערב רשמי מה, הודעה שגילה אחורה, עזיז עוד לא חוט, ואני באותה רבה, דו סטטוס, ויש מה לה, את הוגוזוס, את הוגוזוס, והרי פורמי לא דו סטור, או שוור, אתו תובעי, ויש מה לה, משתר, ויש מה, אתו, שלא מפחת, דן מדוין כרשמי, דן חזר כיבודי, עזיז עוד לא נבשת משום. ואנחנו, روز اول مدرسه بنده یادم پدرم دست من گرفت بود مدرسه تربیت و در اونجا وارد اتاق آقای بسپاه که مدیر مدرسه بود وارد شد با بنده اینها با هم دیگه دوست بودن آشنا بودن بعد از سلام و تعارف و تعارفات معمول رفا آقای بسپاه پرسید که خب چه امری دارید پدرم گفت که بنده زاده رو بودم که اینجا شروع به تحصیل بکنه آقای بسپا پرسید اسم بنده آقازاده چیه؟ پدرم گفت عزیزالله راسر و یه بعدی بنده که گوشه کنار پدرم بودم تعجب کردم عزیزالله که یه دیگاهی هم این برومه کردم ببینم کسی دیگر دیم نه از اون موقع من فهمیدم که اسم واقعی من و رسمی من عزیزالله همدان بودم و باهایی ها در چند شهر از جمله همدان مدرسه مخصوص تأسیس کرده بودند برای اطفال باهایی ولی البته اطفال غیر باهایی هم میتونستن ثبت نام کنن و تحصیل بکنن مدرسه که من ابتدا رفتم مدرسه تأیید بود که همون دبستان بود هنوز در زمان من یعنی قریب 90 سال پیش کودکستان مرسوم نشده بود اولی مدرسه که بچه ها می رفتن همون دبستان بود در اون ایام اونچه که یادم میاد مرکز لشکر غرب ایران در همدان بود و رئیسش هم احمد آخان امیر احمدی بود و در اون دوره اولاد این صاحب منصبهای قشون همه در مدرسه تایید درس میخوندن به نام جهانبانی، شیبانی، امیر احمدی و اسماء دیگر که فراموش کردم مدرسه تایید به تدریج اسم پیدا کرد چون معروف بهاییت بود و بهایی ها معروف بودن به مردمان بیازاری این بود که مردم ترجیح می دادن و شخصیات مهم همدان اولاد چونی می فرستادن به همین مدارس چه دخترانه و چه پسرانه پسرانه مدرسه تأیید بود دخترانه مدرسه موهبت یعنی فاصله بین دو مدرسه سالن بهایی بود سالن مشرق و رسکار اون ایام می گفتیم که بین مدرسه پسرانه بود و دخترانه معلمین اون اکثر بهایی بودند بینشون گاهی غیر بهایی هم پیدا می شدند طرز تدریس بسیار خوب بود همه راضی بودند این بود که غیر بهایی هم خیلی در اونجا می اومدند اشخاص و شخصیت های معروفی در تهران وقتی ساکن شدیم طبیعی بود که ما باید بریم به مدرسه تربیت که باز مدرسه بود که باهایی ها تأسیس کرده بودن و شهرت خوبی داشت به طوری که عبدالحسین فرمان فرما که منزلش پا
پر دور نبود از محل مدرسه تربیت فرزندانشو با اینکه باهایی نبود به این مدرسه فرستاده بود. مدرسه تربیت بنین که جامعه بهایی در ایران در تهران این مدرسه رو اول بار احداث شد که اولین مدرسه مدرن جامعه بهایی در ایران هست، بانی این مدرسه، بنیانگذار این مدرسه میرزا حسن ادیب طالقانی بود و ایشون در دارالفنون معلم بودند و به سبب همین پستی که در اونجا داشتن، سمتی که داشتن، با اعیان کشور در تماس بودند و این مدرسه رو ایشون با بعضی از بهایی ها و غیر بهایی ها به اتفاق هم مدرسه تربیت بنین رو در سال 1899 تأسیس کردند و واقعا این اقدامی که جناب ادیب انجام داد بسیار بسیار مسئله مهمی بود، برای اینکه قبل از اون هم در جامعه بهایی اگرچه افرادی بودند که تحصیلات عالیه داشتند ولی به طور کلی به مسئله تأسیس مدارس و ترویج آموزش پرورش به سبک جدید در جامعه بهایی توجه به اون صورت توجهی نشده بود. رابطه جامعه بهایی در بخصوص در مورد این جنبه خاص تأسیس مدرسه تربیت با محیط خارجش و با کلان جامعه در حقیقت بر این اساسه که از یک طرف یک جامعه است که مورد تبعیض قرار گرفته، مورد سرکوب قرار گرفته در طول تاریخش اصولا در ایران، ولی از طرف دیگه اولا تحت هیچ شرایطی تن به خشونت نمیده، در هیچ شرایطی درونگرا نمیشه، به روابط اجتماعی خودش ادامه میده، به اون حدی که میخواد محیط رو هم از به صورت مثبت دچار تاثیر بکنه. یعنی به جای اینکه تبعیض و سرکوب سبب درونگرایی بشه و یا سبب واکنش‌های ناخوشایند منفی باشه، جامعه بهایی سعی میکنه که با یک واکنش مثبت، یعنی با ایجاد مدرسه، با ایجاد آموزش پرورش نوین، با ایجاد تحول فرهنگی و فکری محیط رو تحت تاثیر قرار بده. و به نظر من این به هیچ دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد جز این که این یه جامعه خلاقه، یه جامعه زنده است و در حال حرکته و در این جلو رفتن میخواد محیطش رو هم تحت تاثیر قرار بده و در عین حال کاملا آماده هست که از محیطش هم تأثیر بگیره. و وقتی که صحبت از محیط میکنیم، این محیط تنها محیط فرهنگی خاص خودش نیست، بلکه به تمام جهان نظر داره. یعنی در مرحله تربیت صرفا این نیست که موضوعات جدید علمی مطرح بشه، بلکه میخواد یه ارزش‌های تازه هم در جامعه ایجاد بکنه. و اون ارزش‌های جامعه چیه؟ اون است که هم بر اساس تعالی بهایی الفت شرابر حاصل بشه. ما میبینیم که مثلا شما بهایی های مثلا حتی اون دوره رو میبینیم که مثلا نشستن و بعد عکس گرفتن و بعد یک تابلوی در دستشون هست که نوشته وحدت عالم انسانی. خب وقتی صحبت از وحدت عالم انسانی کردن در دورانی که حتی در اروپا در اوج ناسیونالیسمش بود، خب نشون میده که چقدر این جامعه از خودش جلوتر بود و چقدر بعد اجتماعی و جهانی و فرهنگی، یعنی برونگرا بود. در مورد مدارس بهایی باید گفت که موضوع تعلیم و تربیت برای بهاییان موضوع مذهبی است، یعنی غیر از اون موضوعی که مثلا آدم میره مدرسه برای اینکه زندگی بهتری داشته بشه، برای اقتصادی به بچه‌هاش برسه و اینا، نیازهای مالی و بهبود زندگی، یه جنبه مذهبی هم داره. یعنی اگر بهایی هستی، ایمان یا مذهبت اجبار میکنه که بچه‌هاتا بفرستی به مدرسه و اینا من در ادیان دیگه نمیشناسم. و این منشأ اصلی بغض من برتری مدارس بهایی نسبت به مدارس دیگه در محل فعالیت خودشون. حالا این برتری چه جنبه‌هایی داره؟ مثلا اگر همه مدارس کلن بگیریم، همه طبق برنامه وزارت آموزش پرورش میرفتن و همینچنین مدارس بهایی، ولی به اضافه اون
عنوانهای اون مواد درسی در مدارس بهایی ما چیزهای تازه میبینیم، مثلا اضافه، مثلا کلاس های موسیقی، کلاس های زبان های انگلیسی، فرانسه، زبان های اسپرانتو، که از لحاظ بهاییت اون جنبه جهانی که داشتن یه زبان هم خواستن بیارن تو کار که همه اون زبان حرف بزنن، زبان اسپرانتو، ولی این زیاد موفق نشد و بعدن به انگلیسی تبدیل شد. بعدن مثلا موضوع‌های مختلف مثلا کمک‌های اولیه به آسیب دیدگان، از این جور، خیلی از این گلدوزی، آشپزی برای دختران و خیاطی و از این چیزا، از این موضوعها خیلی غنی‌تر بود. مثلا نمایش‌های تئاتر، کلاس‌های تئاتر. و طبیعتاً مدارسی که جامعه بهایی تأسیس میکرد، بهایی ها تأسیس میکردن، این مدارس به اسم جامعه بهایی هیچ وقت ثبت نمیشد. در اون زمان خب ممکن نبود که بهایی ها به اسم جامعه بهایی اقدام بکنن و بگن که ما میخواییم مدارسی رو تأسیس بکنیم. این مدارس به نام افراد ثبت میشدن و هیچ وقت هم ذکری نمیشد که این افراد بهایی هستن. وقتی که یک فرد بهایی به مقامات دولتی مراجعه میکرد و تقاضا میکرد که برای تأسیس یک مدرسه به او اجازه بدن، اجازه میگرفت، میخواست، ذکری نمیکرد که بهایی هست. بعضی از اشراف مملکت، بعضی از روشنفکرهای غیر متعصب بچه هاشون رو میفرستادن به مدرسه تربیت، از جمله از وزیرداران معروف. یکی رشوت سنجری بود که شاگرد مدرسه تربیت بود، از آهنگسازا روح الله خالقی بود که شاگرد مدرسه تربیت بود، از خودم اولین رئیس اوپک که آقای مهندس فؤاد روحانی بود، اون از شاگردان مدرسه تربیت بود. تیمساران متعددی ما داشتیم در زمان محمد رضا شاه که اینا شاگردهای مدرسه بودن، مثل سپهبد کریم عیادی که دکتر شاه بود، یا سرلشکر شاءالله خان علایی که رئیس سرلشکرداری ارتش بود. حتی رضا شاه پادشاه ایران قبل از اینکه به سلطنت برسه دخترهای خودش رو، والا حضرت اشرف و والا حضرت شمس رو به مدرسه تربیت دختران فرستاد و آنجا تحصیل می‌کردن و پسرهای خیلی بزرگان تهران مثل پسرهای فرمان فرما مثلا یا پسرهای بوزرزوری، سلشگر بوزرزوری و خیلی از بزرگان دفعه در مدرسه تربیت پسران تحصیل می‌کردن و واقعا افتخار ما از این بود که اولا مدرسه جزء مدارس خیلی سطح بالای پایتخت هست، در سالی که وقتی با همسن و ساله خودمون که در مدارس دیگه تحصیل میکردن صحبت میکردیم میفهمیدیم و اونا هم میفهمیدن که چقدر سطح معلومات ما بالاتر از سطح معلومات اونا. این واقعا افتخاری بر ما بود. و ولیعهد محمد رضا البته نه به طور موظف و مرتب بلکه به طور مستمع آزاد ایشون رو می آورد در مدرسه تربیت و من یادم هست که از این نیمکت های چوبی که داشتیم پیش من می شستن، یا من بهتر بگم من پیش ایشون می شستن و ایشون حالا چه مدتی در مدرسه تربیت به این صورت بود و کی رفت از مدرسه اینا دیگه من یادم نیست، ولی به خوبی نشستن پیش خودم یادم هست. بعقیده من رضا شاه فرزندانش رو نمیذاشت تو مدرسه ای که بهترین مدرسه محسوب نمیشده. یه چیز طبیعیه که همیشه کسی مثلا شاه میخواد اون ولیعهدش بهترین آموزش داشته باشه، پس این خودش یه، این واقعیت، این خودش یه مدرکیه، یه مدرک اصلیه که اون مدارس واقعا
در تهران بهترین مدارس بودن. من 7 سالم بود، یعنی 1299 به دنیا آمدم. 7 سالی که شدم منو گذاشتم مدرسه تربیت. در اون وقت مدرسه تربیت واقع شد بود در غرب خیابان کاخ، نزدیک خیابان سپه، همون جایی که بعداً مجلس سنا ساخته شد. و این در همون جایی بود که هم آقای مهندس سیحون درس خونده بودن و هم طراح مجلس سنا بودن. یک محبته بود مستطیلی شکل، دور تا دور سکو بود، یعنی ایوان بود، پله میخورد بیرد بالا، تمام کلاس ها دور تا دور روی ایوان بود، کلاس های بود. در طرف غربش یک زیرزمین بزرگ نسبتاً بود که اون به نمازخونه تعلق داشت و طبق دستور وزارت معارف مدارس میبایستی نمازخانه اسلامی داشته باشن و مدرسه تربیت هم این نمازخانه رو داشت. من خودم به علت شاید سقر سن من نرفته بودم هیچ وقت توی نمازخانه، ولی برادر بزرگ من آقای امیر ارجمند که چند سال از من جلوتر بود، ایشون میگو مکرر پیش نماز اون نمازخونه بوده. اون نمازخونه به طور معمول یک از اون بوی داشت به نام رضا قلی میرزای زلی که این صدای خوبی داشت. اول یک اذانی میگفت و بعدا پیش نماز، اون پیش نماز مدرسه بود و نماز میکن. شمال اینجا یه حیات ورزش بود خیلی بزرگ که باید از پیدا میرتیم بالا، هم سطح نبود، سطح بالا بود و ورزش های سبوت مثل ژیمناستیک و پاراله و خرک، اینا اگر بشناسن آبا خرک چی هست، یک همچی چیزای بود. و در اونجا شاگردا لباس متعدد و شکلی داشتن برای ورزش که مرکب بود از بلوز سفید و شلوار بلند و کمربند سرنگ بیرق ایران و معلمین خیلی خوبی هم داشت ورزش که یکیش آقای بازرگان بود که اسم کوچیکش رو یادم نیست، ولی به هر حال اون تیکه از مدرسه مخصوص ورزش بود و مخصوص شاگردهای مدرسه تربیت. این شکل عمومی مدرسه و وسط یه حوضه خیلی مستطیل زیبا، سطح و سری طولانی شمالی جنوبی ساخته شده بود که میامدیم برای زنگ تفریح کنار اون حوض صفای خاصی داشت. یک دومی که آخر سال وقتی که امتحانات سالیانه رو میخواستن انجام بدن بیرون توی حیات طبقه بندی میکردن و امکان میذاشتن که همه یکی امتحان باید بدن میفتن اونجا میشستن برای امتحان دادن زیر درخت ها کنار حوض. در اون وقت مدارس به خصوص دبیرستان ها شهرتشون به داشتن معلمین مشهور بود. هر جایی که معلم مشهور بود مدرسه‌ش هم مشهور بود. در اون وقت تصور میکنم که بزرگترین مرجع آموزش علوم جدید به وضع مدرن فقط دارالفنون بود. دارالفنون که زمان ناصرالدین شاه به همت امیرکبیر تأسیس شده بود، این هنوز
جزء مدارس در جای اول مملکت بود و معلمینی که در اونجا درس میدادن طبعا از مهندسین از معلمین مشهور بودن. مدرسه تربیت هم با وجود بودجه ناچیزی که داشت سعی کرده بود از این معلم ها استفاده بکنه و سه نفر از این معلم ها که اسمشون یادم، یکی دکتر محمود شیمی بود، یکی میرزا ناصر خان مهندس الملک بود و یکی علی خان مترجم السلطنه و کسای دیگه بودن که حالا من نمی‌شناسم. اول هم در دبستان کلاس ششم هدایت الله نهیر سینا معلم تاریخ و فارسی بود. خب من تاریخ رو دوست داشتم چون شبیه قصه بود و یکی دادم که از من سوال کرد، من این اون چیزی که او گفته بود یا در کتاب بود همه رو بدون انداختن یک واق برد، خیلی تشویق کرد من و این تشویق فوق العاده در من محصل شد و من رو تبدیل کرد از یک محصل خیلی معمولی و غالبا در خور تنبیهات به یک محصل مشتاق یاد گرفتن اینها. و این رو من مدیون آقای نهیر سینا هستم که اون زمان یه جوانی بود که خودشم در دانشسرای عالی مشغول تحصیل بود، ولی چند نفر دیگه هم آسد عباس علوی معلم از که معلم عربی ما بود، بعد فاضل شیرازی معلم فقه به ما درس میداد و محمد علی خان ورقا که بعد جزء عیادی شدن و در دانشسرای مقدماتی همکار شدیم و بعضی کارها مثل فهرست کردن آثار امری رو که من پیشنهاد کرده بودم ایشون هم کمک کردن. ایشون اون وقت معلم فرانسه ما بودن و یکی از کار خیلی خوبی که ایشون بعدها من فهمیدم چقدر خوب بوده میگرد این چند شعر فرانسه، با اینکه ما خیلی زیاد فرانسه این سال اول که فرانسه داده بود ما حفظ کنیم، از جمله یک شعری بود از آلفرد وینی شاعر رومانتیک فرانسه و من هنوز هم بیت اول اون سطر اول اون شعر بعد از داشتن این همه سال یادمه و از همینجا فهمیدم که این چه وسیله مؤثری است برای یاد گرفتن زبان، حفظ کردن حالا یا نحس یا شعر فرق نمی‌کنه. و اینها معلمین به اصطلاح محبوب ما بودن و کسانی که ما هم در عالم بچگی قدر میشناختیم. اصلا وجود رؤسای تحصیل کرده به خودش باعث میشد که در انتخاب معلم ها یه دقتی بشه و سواد بچه ها بالا بیاد. در زمان رضاشاه یکی از برنامه های بسیار واقعا پیشرفته و عالی اعزام محصل بود به خارج و محصلین رو اونجور که من فکر میکنم شاید سالی 20 نفر از تحصیل کرده های دیپلوم های متوسط انتخاب میکردن و میفرستادن به خارج و بیشتر یا به انگلیس میفرستادن یا به فرانسه.
از مدرسه تربیت اونطور که من میدونم دو نفر واجد این شرایط شدن و انتخاب شدن برای رفتن به فرانسه. یکیش آقای مهندس خلیل ارجمند بود و یکیش پروفسور منوچهر حکیم بود که اینا رو هر دو به فرانسه فرستادن و اینا برگشتن به وطن برای خدمت به وطن و هموطنان. متاسفانه هر دوشون با یک سرنوشت دردناکی مواجه شدن. آقای مهندس ارجمند که وقتی برگشت از خارج علاوه بر اینکه استاد دانشکده فنی بود مؤسس کارخانه ارچم بود و در اون زمان از در کارخانه در خیابون شوش در جنوب تهران بود. ایشون دستور داده بود یه چاهی بکنن و یک آبی در بیارن از چاه برای که هنوز لوله کشی در کار نبود و این آب رو به مصرف خوب اهالی تنگ دست همون ناحیه دوره برای کار کنه برسونن. متاسفانه ایشون در همون چاه افتاد و بلا فاصله جان داد و آقای پروفسور منوچهر حکیم هم که نشان لژیون دونور از فرانسه داشت و برگشته بود به وطن برای خدمت به وطن متاسفانه ایشان هم به دست بعضی از هموطنان متعصب مذهبی در مطبشون در روز روشن به قتل رسیدن. بعد از اینکه عبدالبها در سال 1906 نامه‌ای به بهایی‌های ایران نوشت و در اون راجع به قضیه تربیت اولاد و مخصوصاً تربیت دخترها تاکید بسیار کرد، به فاصله تقریباً 3 سال به نظر می‌رسد که اولین مدرسه دخترانه بهایی به سبک جدید در قزوین در سال 1909 تأسیس میشه و در تهران که خب مهمترین مرکز بهایی در ایران بود، مهمترین شهر ایران بود، پایتخت کشور بود و بزرگترین جامعه بهایی در ایران در تهران مستقر بود، در اونجا در تقریبا 1 سال بعد 1910 هست که اولین مدرسه دخترانه بهایی به سبک جدید به وجود میاد و بانی این مدرسه که در محله سرقبر آقا در جنوب تهران قرار داشت منیره عیادی بود و ایشون رو شاید به سبب پسرشون که دکتر عیادی که طبیب شاه بود بهتر بشناسیم این ایشون رو. و منیر خانم عیادی ایشون هم در این مدرسه سرقبر آقا فعال بودن و هم مدرسه دوشیزگان وطن رو ایشون به وجود آوردن و مدیر اون مدرسه هم بودن. شخصیت کم نظیر بود، دختر عیادی بود، یه دختر حاجی آخون بودش از شهر عیادی که از باقالا انتخابفر بود. ایشون دختر بود و زن یک عیادی دیگه به نام ابن ابهر، دختر یه عیادی و زن یه عیادی دیگه بود. Thank you.
منیر خانم عیادی این مدرسه رو در محله سرقبر آقا که در جنوب تهران بود و در اونجا خیلی از بهایی ها در اون محله زندگی می کردن، خیلی از بهایی های تهران در اونجا بودن و یه محله فقیرنشین بود، این مدرسه رو در اونجا تأسیس کردن و افرادی که در این مدرسه درس می خوندن همه دخترهای بهایی بودن که در این مدرسه درس می خوندن و هدف اصلی از تأسیس این مدرسه فراهم کردن امکان تحصیل برای فقرای جامعه بهایی بود و بعداً در سال 1911 یک سال بعد مدرسه تربیت بنات رو جامعه بهایی در تهران تأسیس کرد که این مدرسه مهمترین مدرسه بهایی در ایران شد. و این مسئله کمبود نیروی انسانی که گفتم در تمام ایران مطرح بود و در جامعه بهایی همین یه مشکلی بود، این مسئله خب باعث شد که در تهران محفل روحانی تصمیم گرفت که برای مدرسه دخترها تقاضا بکنه که بهایی های آمریکا اونها برای این مدرسه معلمی رو بفرستن و این هم به این سبب بود که خب در بین خود در جامعه بهایی خانم های باسواد کم بودن و در این حال این محفل روحانی میخواست که این مدرسه مدرسه خیلی خوبی باشه، نمیخواستن که فقط این مدرسه دخترانه باز بکنن که خب با یه عده‌ای که شاید معلوماتشون محدود باشه یا خیلی عالی نباشه این مدرسه رو بگردونن و به این سبب بود که از عبدالبها تقاضا کردن که از بهایی های آمریکا تقاضا بکنه که معلمی رو برای این مدرسه بفرستن و بعد در سال 1911 لیلیان کپس که بعداً مدیر مدرسه تربیت بنات شد، این اولین خانم امریکایی بود که برای خدمت به این مدرسه به ایران اومد. مادر من چون مدرسه تربیت، البته مدرسه تربیت فقط 4 کلاس داشت اون موقع که مادر من شروع کرد، راهشونم خیلی دور بود، اما از توی بازار بنا بود رد شم بیان مدرسه تربیتی که تازه درست شده بود. اون وقت میس کپیس بود و میس الیزابت، اینا توسط البته دکتر مودیا، اینا هم باهایی هم بودن، از امریکا خواستنشون، یعنی داوطلب شدن بیان ایران دیگه معلم بشن. و مامان من میگفت که میس کپیس همچین گفت، انگلیسی میگفت، ما نمیفهمیدیم، عصبانی میشد، مثلا میس الیزابت همینطور. خلاصه یه مقداری از اون موقع ها میگفت. البته قبلا در سال 1909 خانم دکتر سوزان مودی از آمریکا به ایران اومده بودن و ایشون اولین بهایی امریکایی هستن که در ایران مستقر شدن و زندگی کردن و سالهای سال ایشون در ایران زندگی کردن و این خانم هم به مدرسه هر دو مدرسه بهایی در تهران، مدرسه تربیت بنین و تربیت بنات کمک میکردن. ایشون نماینده انجمن تربیتی ایران و آمریکا در تهران بودند. انجمن تربیتی ایران و آمریکا یک انجمنی بود که توسط یک عده از غربیان و بخصوص دانبهاییان آمریکایی تأسیس میشه و هدفش خدمت به آموزش پرورش فرهنگ ایران هست. افرادی مثل میس کپیس اینها عضو این گروه بودند و این هیئت، این انجمن در حقیقت کمک های مؤثری کرد، چه از نظر برنامه‌ریزی آموزشی، چه از نظر مدیریت امور اجرایی و اداری مدرسه تربیت. و به نظر بنده این یکی از اولین تأسیساتی بود که نشون میداد چطور یه آدم های غربی تحصیل کرده تا حتی تا مراحل دکترا میان و خودشون رو به خاطر اون ایمانی که داشتن و به خاطر اون عشقی که به خدمت به جامعه انسانی در اثر تعالیم بهایی درشون ایجاد شده بود، میان در یه جامعه عقب افتادهی مثل ایران وقت میذارن و در حقیقت خودشون رو وقف این جامعه میکنن، وقف خدمت به جامعه بهایی میکنن و وقف خدمت به اهداف تربیتی و فرهنگی جامعه ایران. Thank you.
در اون زمان علت اینکه این خانم‌ها از امریکا به ایران اومدن، خب جامعه بهایی امریکا بزرگترین جامعه بهایی در غرب بود. حتی در زمان حاضر هم جامعه بهایی امریکا بزرگترین جامعه بهایی در غرب است. از نظر تعداد ابدا قابل مقایسه با جوامعی که در اروپا وجود داره نیست. و همینطور جامعه بهایی امریکا جامعه ممتازی بود و عبدالبها هم مایل بود که بین جامعه بهایی ایران و جامعه بهایی امریکا این ارتباط و تماس وجود داشته باشه. و یکی از عللی که خب سوزان مودی به ایران اومد و در ایران مستقر شد همین برای ایجاد ارتباط بین جامعه بهایی ایران و امریکا بود. و البته خانم های دیگر بهایی بودن که به ایران اومدن، گذشته از خانم دکتر سوزان مودی و خانم لیلیان کپس، خانم دکتر سارا کلاک به ایران اومدن، ایشون هم دکتر بودن و مطبی داشتن در تهران کار میکردن، و همینطور خانم الیزابت ستیوارت که ایشون پرستار بودن، ایشون هم به تهران اومدن و در همون تهران زندگی میکردن. و همه این افراد حتی اگرچه خب کارمند مدرسه نبودن، به طرق مختلف به مدرسه مخصوصا تربیت بنات اینها کمک میکردن که امور مدرسه بگذره. باز به خاطر این فرهنگ جدیدی که ایجاد شده، یعنی فرهنگ ناشی از وحدت عالم انسانی، اون فرهنگ چی ایجاد میکنه که غربی دشمن نیست الزاماً. میشه با غربی هم نشست، از غربی هم یاد گرفت و با غربی هم دوست بود و اساس یک تمدن جدیدش به اصطلاح که در بر اساس الفت شرق و غرب هست پایه‌گذاری کرد. این تفکر رایج بوده در جامعه بهائی. در نتیجه وقتی که مثلا افرادی مثل نسکپس یا مثلا دکتر کوی اینها میان که به جامعه بهایی کمک بکنن در ایجاد این مدرسه، اینها را پذیرا میشن و حتی یکیشون اولین مدرسه، مدیر اولین مدرسه تربیت خانم ها بنات میشه. و این آموزگاران خارجی سیستم های آموزشی جدیدی میارن تو کار، کمتر از حفظ یاد گرفتن که یه چیزی که بود که رایج بود تو مکتب ها و مدارس غیر نوین قدیمی در ایران، و بیشتر عنوان های ببخشید روش های تازه، مثلا تحلیل موضوع، فهمیدن موضوع و جر و بحث راجع به موضوع و این چیزها، این سیستم هایی که وارد میکنن که خیلی البته موفق است. همچنین از لحاظ مواد آموزشی، تابلو، اسکلت، دستگاه فیلمبرداری، آزمایشگاه، کتابخونه، قلم و کاغذ به مرغوبتر از اون که در مثلا در ایران پیدا می شد، همه نیمکت، این چیزایی که در مکتب خانه ها نبود. اگر یه نمونه از مشکلات مالی جامعه بهایی رو در اون زمان در اوایل قرن بیستم بخوام به دست بدم، در تهران خرج تحصیل دختر و پسر در مدرسه تربیت بنین یا مدرسه تربیت بنات در سال 18 قران بود
ولی خیلی از بهایی ها حتی از عهده پرداخت این 18 قران هم بر نمی آمدند و مجبور بودند که یا از طرف این انجمن تربیتی ایران و آمریکا به اونها کمک می شد یا اینکه جامعه بهایی تهران از همون صندوق خیریه پولی که در اون جمع آوری می شد خرج تحصیل این پسرها و دخترهای بهایی را می داد. These three boys who need tuition belong in the district of the branch Tarbiyat and are free scholars at present. The father of center one is ill and poor but manages to buy pencils and paper. The others live with an old grandfather, no parents, very poor. Their brother is in central Tarbiyat on our list. I have advanced money for the pencils, etc. for these two. مدرسه تربیت می رفتیم که برنامه قرار بود عیناً اون چی که در اداره فرهنگ اون وقت ما گفتیم معارف در مدار برای مدارس دیگه می ذاره هر برنامه حتما تو مدرسه تربیت هم همون برنامه باشه به اضافه اون مناجات صبح. یه خانومی بود از فامیل مهتدی، این خیلی صداش بلند و خوب بود. بعد سه تربیت هم دخترونه چون چیز با باقروف که الله همه خمسی هستن چیز ساخته بود، یک حیات بزرگ دور تا دور اتاق، وسط هم یه امارت خیلی مدل فرنگی که از پله ها می رفت بالا. این بود که یه آدم لازم بود مناجات بخونه که صداش خیلی بلند باشه. این خانم همیشه می مد به خاطر همین بزرگ، مثل این که خودش هم معلم بود اونجا. بعدن البته بعد از خانم لیلیان کپس که به ایران اومدن، دو خانم امریکایی دیگر هم به ایران اومدن که مدیر مدرسه تربیت بنات در تهران بودن. خانم جنویف کوی بودن، ایشون دکترا داشتن در امریکا و در یک دانشگاه بزرگ در امریکا تدریس میکردن و بعد از اون شغلشون استفاده دادن اومدن ایران و حدودا دو سال مدیر مدرسه تربیت بنات بودن. بعدن در سال 1928 خانم ادلید شارپ به ایران اومدن، ایشون معلم بودن در یک مدرسه در سان فرانسیسکو و مدیر مدرسه تربیت بنات شدن و تا زمانی که این مدرسه تعطیل شد در دسامبر 1934 همچنان مدیر این مدرسه باقی موندن. این خانم های امریکایی که در ایران در مدرسه تربیت بنات خدمت می کردن، اینها واقعا از خود گذشتگی کرده بودن، از خودشون نشون داده بودن که در به ایران اومده بودن و در این مدرسه کار میکردن. اولا خب از نظر وضع ایران در اون زمان خب طبیعتا خیلی تفاوت فاحشی داشت با وضع امریکا. اینها اگر در امریکا زندگی کرده بودن، مونده بودن، خب خیلی از نظر رفاه مادی خیلی بیشتر در رفاه بودن، وضعشون خیلی بهتر از ایران بود و مشکلات دیگری هم برای اینها وجود داشت. خب با محیط ایران ناشنا بودن و خطراتی هم چون غربی بودن در ایران خطراتی هم برای اینها وجود داشت. مثلا خانم کپس در همون اوائلی که وارد ایران شده بودن آشپز ایشون با خانم سارا کلاک، دکتر سارا کلاک هم خونه بودن. آشپز اینها با یکی دو نفر دیگه هم دست میشه و به این مقصد که اول اینها رو بدوزه، پول اینها رو بدوزه و بعد اینها در شب بوده که این مسئله متوجه این مسئله میشن و بعد خب این آشپز و اون دو نفر دیگه به اینها حمله میکنن، سعی میکنن که خانم کپس و
خانم کیفس رو خفه بکنن و بالاخره اینها از خودشون دفاع میکنن و این آشپز و اون دو نفر دیگه فرار میکنن. یا در سالهای بعد خانم عادل شارک که در مدیر مدرسه تربیت بنات بودند، ایشون هم خب در اون زمان هنوز کشف حجاب نشده بود، ایشون با کلاه به سر میذاشتن و به مدرسه میرفتن و چون حجاب نمیپوشیدن خب مردم فکر میکردن که ایشون به این مسئله توجه ندارن. در خیابون بچه ها به ایشون سنگ یا کلوخ میداختن و گاهگاهی به ایشون میگفتن بد ارمنی به ایشون میگفتن، فکر میکرد که ایشون ارمنی هستن و به این جهت حجاب نمیپوشن. و از این نظر واقعا این رو باید توجه داشت که این زندگی برای این افراد در ایران به هیچ وجه ساده نبود. خانم کپس ایشون در سن 41 سالگی در سال 1920 بعد از اینکه 9 سال در ایران بودن مرض تیفوس گرفتن و در عرض 3 روز فوت کردن و هیچ وقت هم معلوم نشد که چطور ایشون این مرض رو گرفتن و واقعا میشه گفت که ایشون جانشون رو فدای این مدرسه تربیت بنات کردن. یک دفعه باید واقعا توجه کرد که در اون تاریخ یک خانومی زندگی آمریکا رو ول بکنه و بیاد به یک مملکتی که در مقایسه با آمریکا در اون وقت شاید مثلا یک ده حقیر و فقیری بیشتر نبود، در جایی که وسایل اولیه زندگی هنوز مثل لوله کشی آب، مثل برق، مثل امنیت، مثل بهداشت و هیچ کدوم اینها فراهم نبود، یک خانم آمریکا رو بذاره بعد یک ماه دو ماه تو راه باشه تا خودشو به این مملکت برسونه، این در حقیقت آمده خدمت به خلق میکنه دیگه. مخش که عیبی نداشت که برایشو بیاد اینجا. اجازه چیز نداشتن، انتخاب شدن، انتخاب میکردن ولی انتخاب نمیتونستن بشن. اما اون موقعی که از ولی امرالله اجازه فرمودن، اولین شخصی که انتخاب شد میزشارک بود. میزشارک امریکایی بود، اما اون موقع دیگه فارسی خوب بلد بود. بله، عضو محفل محلی بله. آره. و بعدها عضو محفل ملی شد و میشه.
اصولاً یعنی اونهایی که جذب جامعه بهایی شدن اصولاً یا قبل از دیگه اون یه بحث دیگه ای هست و یا به هر حال یا قبل از اینکه بهایی بشن تمایلات آدم های مترقی بودن یا ترقی خواه بودن در هر حال و یا بعد از اینکه به عضویت جامعه بهایی در میان این ریشه های ترقی خواهی درشون بارور میشه. در هر حال ما یک جامعه رو میبینیم که تحصیل کرده است، جامعه رو میبینیم که حتی اگرم افراد داره که تحصیل کرده نیستن ولی به خاطر اون فرهنگی که این دیانت جدید ایجاد کرده روحیه ترقی خواهی درشون به وجود اومده. یعنی حتی اگر از یک خانواده متعصب مسلمان هم اومدن بعد که با تعلیم تساوی حقوق زن و مرد یاد گرفتن میبینیم که خب زنها در این جامعه پیشرفته ترن، زنها در این جامعه مجبورشون نمی کنن که حجاب اجباری داشته باشن، زنها در این جامعه عضو تشکیلات میشن، با مردها در یک جلسه میشینن و صحبت میکنن. اینها همه خصوصیات فرهنگی این جامعه است که از جامعه خودش جلوتر بود. لذا در حقیقت دموگرافیک سوسیال از نظر جامعه شناسی دموگرافیک جامعه بهائی یه جامعه اصولاً تحصیل کرده و ترقی خواه رو میتونیم بگیم هست و که این البته خب حتی بعضی اوقات ایجاد حسادت هم میکرده، حتی خیلی اوقات اتهاماتی که به دیانت بهائی زده شده و یا به افراد جامعه بهائی زده شده در حقیقت ناشی از این بوده که اینا افراد موفقی بودن، نفس موفقیت رو چون نتونستن بر دلیلش رو پیدا بکنن یا یک دلیل اخلاقی و یا روحانی براش پیدا بکنن گفتن حتما اینا دلایل دیگه‌ای داشته برای پیشرفت ترقیشون. اگر ما موضوع ترویج دموکراسی در بین مردم ایران تا جامعه ایران در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 رو نگاه کنیم، اون که چیز برمیگردونه به موضوع انقلاب مشروطیت و عدالت خواهی و جامعه مدرن و دموکرات، تنها گروهی که در جامعه ایرانی تمرین دموکراسی می کردن بهایی ها بودن. چطور؟ انتخاباتی که می شد تو خود جامعه برای اون محفل های محلی، اون انتخابات انتخابات دموکراتیک بود و این ترویج این آرمان دموکراسی و این تمرین این انتخابات بین بهایان، ولی وقتی که ما نگاه کنیم و در ذهن داشته باشیم که این بهایا تنها زندگی نمی‌کردن، تنها به مدرسه نمی‌رفتن، این همه این موضوعها در تماس روزانه و چند ساعته این یواش یواش قلتک زد تو خود جامعه و این باید یه تحلیل جدی بشه که بهایی‌ها چه رولی بازی کردند بر ترویج دموکراسی و عقاید دموکراسی در جامعه ایرانی. زیادی اومدن در این مملکت و موندن. در بسیاری از سیاحتنامه های اینها توضیح دادن از بعضی از اخلاق های ناپسند ایرانی ها، مثل دروغگویی، مثل درویی، مثل خودهو تزویر، کلاهبرداری، این جور چیزا رو در سیاحتنامه ها بسیار میبینیم و علاوه بر اینها تاریخ ما متاسفانه نشون میده که صفحات سیاه زیادی
ما در تاریخ داریم، از ظلم‌ها، از جورها، از کشتارها، از خیانت‌ها و اینجور چیزا. بنابراین به طور کلی ما از نظر اخلاقی سابقه درخشانی نداریم. از طرفی بهائی ها موظف هستند که اطفالشون رو طبق آموزه های بهائی که یک سبک به کلی اخلاقی جدیدیه و هیچ قابل مقایسه با اخلاق سابق ملی ما نیست و مخصوصا تربیت دختران که واجبتر از پسرانه، اون وقت چنین تربیتی در چنین شرایطی که ما داشتیم به هیچ وجه امکان نداشت و به نظر من یکی از انگیزه های مهم تأسیس مدارس تربیت برای این بود که احبا بتونن بچه هاشون اونطور که میخوان تربیت بکنن و واقعا مطمئن باشن در یک محیط خالی از بغض و کینه و اهانت و تحقیر، یک همچین جایی در اون مملکت در دسترس کسی نبود و به این علت بود که فکر میکنم که انگیزه اصلی همین بود که بچه ها رو بتونن صحیح تربیت کنن. مدارس بهایی از نظر مواد درسی که تدریس میکردن با مدارس دیگه تفاوتهایی خیلی عمدهی نداشتن، برای اینکه خب مخصوصا مدارس رسمی بهایی اونها هم طبیعتاً همون مواد درسی رو که از طرف دولت تعیین شده بود که باید مدارس رسمی این مواد رو تدریس میکردن، طبیعتاً در مدارس بهایی هم همین مواد درسی تدریس میشد. ولی تفاوتی که شاید بشه گفت مدارس بهایی با مدارس دیگه داشتن این توجه اولیای این مدارس به مسئله تربیت اخلاقی شاگردها بود. مثلا در مدرسه سعادت بنات در نجف آباد که مدرسه جامعه بهایی، مدرسه دخترانه جامعه بهایی در نجف آباد بود، به مسئله نظافت خیلی توجه می شد و هر روز راجب اون مسئله تذکرات به شاگردان داده می شد و این مسئله هم در این نجف آباد مسئله مهمی بود، برای اینکه در نجف آباد تراخم و کچلی در بین اهالی خیلی رواج داشت. اصولاً وضع بهداشت در ایران در اوایل قرن 20 بسیار بد بود و شواهدی هست که مردم، یکی از دلایلی که بعد فرزندانشون رو میفرستادن به مدارس بهایی اون نظافتی بود که در مدرسه موجود بود و در مدرسه اونا تعلیم میدادن، یعنی جوری نظافت. اون البته مربوط میشه به این که بچه بعدن برگرده به خانواده خودش بگه چی درس خونده و این موضوع ترویج نظافت که اون یه بعد دیگه است از اهمیت مدارس بهایی برای ترویج بهداشتی و نظافتی در بین جامعه ایران. چون که وقتی که در یه مدرسه ما مسلمون و یهودی و زرتشتی و بهایی با هم میبینیم و اینا با هم مدت 4-5 ساعت یا بیشتر یا کمتر درس میخونن و این تماس طولانی روزانه، این خیلی باعث میشه که خیلی از این برای ترویج بعضی از آرمانهای بهایی تو خود جامعه ایرانی. خب این مدرسه تربیت بنین که این کلمه تربیت رو جزو عنوان این مدرسه جامعه بهایی ذکر کرده بود و همینطور تربیت بنات که در تهران بعدن جامعه بهایی این مدرسه رو به وجود آورد، این قضیه خب به این سبب بود که جامعه بهایی میخواست تاکید بکنه که مسئله تربیت بسیار بسیار مهم هست و ضمناً این رو هم میرسون که تربیت صرفاً، یعنی این مدارس صرفاً برای تعلیم نبود، تربیت اخلاقی هم هست و این رو عبدالبها بسیار تاکید کرده بود که تربیت اخلاقی حتی مقدم بر تعلیم هست. رئیس مجلس تربیت پیش از زنده یاد علی اکبر فروتن آقای مصباح بودن، ایشون مرد بسیار فاضلی بودن و
بهایی متمسکی، ولی خب تصور ایشون از تعلیم و تربیت با اون چی که در ایام قدیم مرسوم بود از مکتب به بعد با اونها سازگار بود. این از که ما هر روز صبح که صف میکشیدیم پیش از این که به کلاس بریم کسانی رو که خطایی کرده بودن اینها رو میگفتن بیان در یک ایوانی که قدی بلندتر بود صدش، اونجا میستادن و دستور میدن که دست هاشون رو باز بکنن تا آماده خوردن ضربات ترکه باشن. و اینها رو اشخاص رو ترکه میزن، معمولا کسانی که ترکه میخوردن شروع به گریه و جیغ و داد اینها میکردن، یکی دو نفر که مقاومت میکردن و مثلا شکایتی بروز نمیدادن خیلی به نظر ما قهرمان میامدن. از ساعت 8 صبح که کلاس ها میبایستی مشغول کار بشن، با یه زنگی که ناظم مدرسه میزد شاگرد ها هر کدوم در صفای خودشون میستادن نزدیک کلاس هاشون و با یک تک زنگ بعدی که میزد یک سکوت مطلقی برقرار میشد که در اون ناحیه با اون بزرگی اگر ناظم یا رئیس میخواست اعلانی بکنه یا شاگردی رو تشویق بکنه یا توبیخ بکنن یا شاگردی رو، با وجود که تعداد شاگردها بسیار زیاد بود این تک زنگ به اندازه یک سکوت عجیبی برقرار میکرد که من یادم خودم گاهی وقتا برای اینکه این سکوت رو بشکنم یا یه شیطنتی بکنم پاشنهای پامو به هم میبایدم، صدای جیگ جیگ این کفشا که واکس پرده بود و مرتب بود بچه ها رو متوجه میکرد که، یعنی مقصودم اینه که در اون لحظه به اندازه سکوت برقرار بود که اگه میخواستن اعلام یه اعلامی میکردن. حالا من یه چیزی رو یه خاطره یه دفعه یادم میاد، من پا پسرمه ها کردم، دوتا بودن، یکی بزرگتر بود که من سه موسیقی کلمه وزیری را و الان فوت کرد، یکیشونم رفت تب خون پزشکی در دانشگاه تهران، الان هم در لس آنجلس به نام بامشاد هر دوشون، اون باقی دین بامشاد بود اسمش، ایشون ناصر دین بامشاد، ناصر بامشاد. در زمان من دو تا مناجات خون بودن، یکی من بودم و یکی آقای خوشدل یزدانی بود که گاه ایشون مناجات میکنه گاه من مناجات میکنه. مناجات هم معمولا فقط یک مناجات بود که به کرات هر همه روز خونده میشد و این یکی از مناجات های حضرت عبدالبها بود که مخصوص کودکان فرموده بودن. مناجات که خونده میشد تموم میشد با یک تکزنگ دیگه به صفا حرکت میکردن به طرف کلاس ها میرفتن. این ناصر یه همشاگردی داشت، چهار پنج سال از من بزرگتر بود، من کلاس تهیه بودم و اول بودم، اونا کلاس چهار پنج ابتدایی بودم. یه همکلاسی داشت به نام روح الله باقروف که بعد شد روح الله خمسی، الان فوت کرد، همراه ما بود همیشه برای اینکه راهش با ما میخور از را که ما خط میشدیم و بعد بالتر از خونه ما خونهشون بود. یکی از این روزها که ما ستایی یعنی ناصر دین بامشاد، هنوز بامشاد نشد و ناصر دین
باقرافا من داشتیم میرفتیم نرسیده همطور خیابونه کاخ آمدیم بالا رسیدیم به سردرسنگی در ورودی کاخ مرمر بود که رضا شاه اونجا مستقر بود ولی اینجا رو داشتن میساختن. همسایه ما کاخ مرمر بود که در شرق خیابون قرار گرفته بود و این دو تا دیواران نزدیک هم بودن، روبروی هم بودن. در اونجا در کاخ مرمر مقر سکونت رضا شاه بود و دفتر ایشون هم اونجا بود و این همسایگی باعث میشد که صدای هم همه شاگردان رو هر روز شاه بشنوه و به این صدا تقریبا عادت کرده بود. بعضی عصرا رضا شاه تازه شاه شده بود، بدون گارد، بدون حفاظت، تک و تنها میامد بالا سر سنگ تراشا که اون سر برا درست میکردن وای میساد به تماشا، اون سلام میکرده بیشون هم خیلی با مهربانی جواب میدن. از اونجا باید رد میشدیم میرسیدیم به خیابان حشمت دوله. حشمت دوله رو دست راست میرفتیم تا برسیم به خون پهلوی که خونه ما اونجا برای حشمت دوله و پهلوی. اصلی هم که شده میشد شاگردها باز میبایستی با یک نظم به خصوصی از مدرسه خارج بشن و شاید علت این نظم که به شدت رعایت میشد همون همسایگی با کاخ مرمر بود که سر و صدا بلند نشه، ترافیک مختل نشه، در حالی که خب البته ترافیک خیلی نبود اون وقتا ولی معذوره باید یک نظمی در رفتن مراعات میشود. نرسیده به اینجا یک منظر بزرگی بود که میگفتن آتابای اونجا زندگی میکنه، یکی از منصوبین رضا شاه بود، مثل که یا یکی از نزدیکان رضا شاه بود آتابای. اونجا این دوتا یعنی هم ناصرالدین هم باقرآف تصمیم گرفتن که با هم کشتی بگیرن. کیف هم میدافتیم به دوشم، کیفاشون از دوششون برداشتن دادن به من، من سه کیف انداختم به دوشم، این دوتا هم افتادن به کشتی گرفتن. شاگردهای که از مدرسه خارج میشدن همه موظف بودن در صفی قرار بگیرن که در دایرکشنی حرکت میکرد، مثلا چهار صف به چهار جهت در تهران حرکت میکرد، یکی به شمال، یکی به جنوب، به شرق و غرب، و بچه هایی که منازلشون در اون جهت بود در اون صف میستادن و با صف خارج میشد و این صف باید بره تا آخر تا لحظه که آخرین شاگرد از این جدا بشه و به تدریج که صف دور می شد از مدرسه خوب بچه ها یکی یکی از صف خارج می شدن و می رفتن به منازلشون. و اگر کسی باز در این صف یه تخلفی می کرد و یه اخلالی به وجود می آورد مبصر صف اسمش رو یادداشت می کرد، فردا به ناظم می داد و اون وقت ناظم یه تنبیهی بیکرد یا توبیخش بیکرد. ناظم مدرسه آقای رهبر، بعد از رهبر البته یکی دیگه آمد، اون اسمش یادم نیست، ولی بعد از اون آقای دانش آمد. این آقای رهبر خیلی جذبه داشت، خیلی زیاد، خیلی عجیب بود. در حین کشتی گرفتن یک وقت من دیدم که رهبر ناظر مدرسه عصر بود که هم بیرفتم کنم، یا رهبر چشمش به اینا افتاد وایساد به نظاره که ببینه اینا بالاخره میبینن، اینا همطور مشغول بودن اولاش نمیدیدن و بعد یواشاش متوجه شدن که رهبر اینجا وایساده، دیگه
خیز عرق شدم. یه وحشت زدش شدید که چه به سرشون میاد. من از اونا بیشتر از روی من کاری نکرده بودم. اون نگاهی کرد و رهبر رو اسمتون چیه؟ اسمشون رو پرسید و هیچی نگفت رفت. اولی اون شب خواب به چشم ما سه نفر نیومد که حالا فردا چه اتفاقی میفته. من که رفتم سر یک کلاس خودمون، اونم رفتن نفهمیدم که چی شد. زور که آزاد شدیم اینا رو دیدم برام تعریف کردن که اول رهبر اومد سر کلاس ما، ما دو تا رو صدا کرد که بلند شدیم به همشاگردی های ما رو معرفی کردم که این دوتا تو خیابون با هم کشتی گرفتن. کار بی‌ادبانه ای که نباید از دانش آموزه یه مدرسه مثل تربیت سر بزنه نه انجام دادن. شما حاضرین که یه همچین همشاگردی هایی داشته باشین؟ اون همه گفتن نه خیر. رهبر گفت بیان با من. این دوتا رو آمدن یه کلاس بار پایین تر، مثلا کلاس پنجم بودن رفتن کلاس چهارم. اونجا با سوزی تبدیل رو معرفی کرد که اینا زیر سیگار میکردن. شما که رفقای خودشون هم کلاسی های خودشون اینا رو قبول نکردن، شما حاضر اینا رو قبول بکنید؟ نه خیر. بردن یک کلاس پایین تر، همینجور کلاس به کلاس بردن پایین تر. همه هم میگفتن نه خیر ما قبول نمیکنیم. بالاخره مثل یه توانی قبلی شده بود با یکی از معلمینه کلاس های پایین تر که اون واسطه بشه و بگه خب اینا نفهمیدن بچه بودن و فکرشون درست کار نمی کرده، ببخشنشون. من تقاضای بخشش دارم. برسه میبخشن و اینا هم عذرخواهی میکنن و چه و چه میبرن سر کلاس خودشون. ولی همین تنبیه خیلی تنبیه، یعنی به این شدت نظم مراعات میشود و برای حفظ این نظم گاهی وقتا متوسل به تنبیه بدنی هم میشدن. علی رغم اینکه در دیانت بهایی زدن حیوانات حتی منع و نهی شده، ولی تنبیه بدنی چون در اون زمان در فرهنگ ما یک سیستم خیلی روتین و عادی بود که کتک خوردن و کتک زدن یه چیز غیر عادی نبود برای تعلیم و تربیت. شاید مثلا به عنوان یه فرمول که سریع‌ترین و ارزان‌ترین راه تعلیم و تربیت شاید تنبیه بدنی میشناختن. تا اینکه مردم فروتن جانشینه مرحوم مصباح شدن. مرحوم فروتن در روسیه تحصیل کرده بودم و تحصیل رشته تربیت و روانشناسی کرد. این از که با افکار جدید آمدن و به کلی و از در مدرسه تغییر کرد و تنبیه بدنی عملا کنار گذاشته شد. و آقای فروتن موقعی که مدیر مدرسه شد در تمام تهران که هیچی، در تمام ایران یک نفر مدیر لیسانسیه پدگوژی وجود نداشت. آقای فروتن تک بودش در اونجا، یعنی این قصد بالا بود که همچون مردی که واقعا در رشته تعلیم و تربیت باشه بیاد مدیر مدرسه باشه. ایشون خیلی افکار روشن و متجددوار داشتن. مثلا من اون وقتا شروع کردم رمان میخوندم و چون در منزل دایم زندگی میکنم و دایه من راضی نبود و شکایت کردم به مدرسه که آقا این رمان میخونه.
و حال تصادفان رومانی هم که اینا گیر برده بودن یک رومانی بود که حق هم داشتن چون ما عاشقات لوی 15 یا 16 هم بعد برمون فروتن منو خواستم به دفترشون و به جایی که بگم چرا رومان میخونم گفتم خب البته خوبه که رومان میخونیم و رومان خوندن اصولا یک فوائدی داره هم برای زبان هم آدم اطلاع دیگه بدون کنه هم لذت بخشه منتها چرا رومان های بهتر انتخاب نمی کنیم ما شغلات لوی بونزم چیز به دردتان امخوریم و خیلی من درم اثر کرد که ما اون وقت از مدیر مدرسه همیشه کسی که خطاب و عطاب بکنه و تنبیه بکنه و انسان رو مقصر بشناسونه دیدم که نه ایشون هستن با یک وضعی و البته خیلی هم به من لطف بده کردن و بعضی وظایف من محول کردن که نشانی از همین لطف و اعتقادشون بود. موقعی که من مدرسه تربیت کلاس ششم ابتدایی رو امتحان داده بودم و رفته بودم کلاس هفتم موقعی بود که مدرسه تربیت بسته شد. این جریان بود در سال 1934 میلادی و مقارن بود با 36 سال تأسیس مدرسه تربیت، اولین مدرسه تربیت و نهمین سال سلطنت رضاشاه پهلوی. یکی از روزهای اواخر 1934 وقتی که رضاشاه به دفترش میاد، اون صدایی که معمولاً از مدرسه تربیت که نزدیک کاخ شاه بوده نمیشنوه. وقتی که سوال میکنه چرا صدایی نیست، میگن این روز تعطیلی، روز مقدس بهائیاست و مدرسه تعطیله. وزارت آموزش پرورش و وزارت معارف اون وقتا میگفتن دستور داده بود که جز تعطیلات رسمی روز دیگر رو تعطیل نکنن، ولی باهایی ها در ایام متبرک باهایی مدرسه تعطیل میکردن. و باید در ذکر داشت که در یک سال قبل 1933 همچین اتفاقی افتاد و هشدار داده شد به باهایی ها که مدرسه را در روزهای مقدسشون نبندن و این تکرار شد در 1934. رضا شاه، اون کسی که سیاستش سیاست ملیگراییه، اطاعت از دولت، اطاعت از مقررات دولت، از قانونین دولت، و اگر شما به عنوان یک ایرانی که یهودی نیستید، که مسیحی نیستید، چون که اونا یه امتیازایی دارن، چون که اونا شناخته شدن، برای رضا شاه این سرباز زدن از اطاعت از دولت است و برای خاطر دستور بسن داد. بله، یه روز اعلان کردن که مدرسه به دستور دولت تعطیل خواهد بود، دیگه شما به مدرسه نهید تا اطلاع سانم هیچی وقت نرسید. هیچی، با صبح رفتیم بریم مدرسه، دیدیم ناظم و فراش، اون وقتا فراش اون که توی مدرسه کار میکنه بهش میگن فراش، با ناظم مدرسه که خب بعد از مدیره، دم در واسدن میگن که برید منزلاتون بعد به تو خبر میدیم. هیچی، ما برگشتیم خونه و تا عصر خلاصه همه جا پخش شد، خبر شدیم که مدرسه رو اومدن درشو بستن. به این ترتیب مدرسه تربیت بسته شد. نه تنها مدرسه تربیت، شبکه مدارس بهائی در تمام مملکت
که در این وقت حدود 50 مدرسه بود و مدرسه تربیت پسران به تنهایی 1200 شاگرد داشت و بنابراین هزارها شاگرد سرگشت و با تکلیف و ویلون موندن و بعضی از اینها که خواستن به مدارس دیگری برن مدارس از نوشتن اسم شاگردهای بهایی تفره می رفتن تا بالاخره هر کی خودش یه توی جا کرد. این در حالی بود که تمام برنامه های مدارس بهایی به طور کلی در تمام ایران همش منطبق بود با برنامه های اصلاحی تجددخواهانه شاه در زمینه آموزش و پرورش. حتی از اونم جلوتر بود برای اینکه بعضی چیزایی که برای شاه ایدئال و اصلا صعب الوصول بود این آلردی در مدارس تربیت و در مدارس بهایی موجود بود. مثلا در مدارس به هیچ وجه صحبت از سیاست و حزب و حزب‌بازی و سر و صدا اینجور چیزا به کلی نبود. یا نفوذ روحانیون در مدارس اصلا محلی از اعراب نداشت. از این گذشته خود شاه یک لطف مخصوصی به این دو مدرسه پسرانه و دخترانه داشت برای اینکه فرزندانشون می رفتن اونجا. با وجود اینها و با وجود اینکه مدارس تربیت تهران از نظر استاندارد تدریس تقریبا در سطح بالا و کمیابی قرار داشتن و از نظر اخلاقی هم همینجوری در یه سطح بالاتری بودن، با تمام این مزایا انتظار می‌رفت که این مورد حمایت شاه باشه، در حالی که از یه کاملا به عکس شد و با فرمان شاه مدرسه بسته شد. چند ماهی از معلمای مدرسه تربیت هر کدوم نزدیکتر بودن میرفتن خونه های احبا دست میدادن به بچه ها. و بعد از اون که بنده و بسیار دیگه یک سالی به امید اینکه مدرسه باز بشه و تحصیلاتون دنبال بکنیم خب در خانه مونده بودیم و اینها دیگه ناچار هر کس به یه مدرسه دیگر که نزدیک منزلش بود رفت. وقتی که مفید ملی فهمید که نه نمیخواد دیگه مدرسه باز بشه و اجازه دادن که بچه ها هزوی درسو بخواد هر مدرسه بخواد برن که پدرم هم تو که عرض کردم ما رو فرستن به مدرسه زردشتیدن. صحیح است که این بسته شدن مدارس تربیت یه ضربه بزرگی به جامعه بهایی وارد آورد، ولی به نظر من یه لطمه بزرگتری به ملت ایران زد، برای اینکه مدارس بهایی شاید تنها روزنه هایی بودن که این ملت رو از اون سبک قدیم اخلاقی به سبک جدید اقلا راهنمایی میکردن و بهشون یاد میدادن و نشون میدادن که در دنیای امروز یه سبک جدیدی هم هست. وقتی این مدرسه بسته شد خب در این روزنه هم بسته شد به طور کلی. بعد از اینکه اون اجازه صادر شد که ما بریم مدارس دیگه
اون وقت چیز من رفتم مدرسه حسنو امتحانم که کردم یک کلاس بردن بالاتر بعد کلاس بالاتر بردن مدرسه حسنو من رفتم چون نزدیک به ما بود و اونجا امتحانم کردن یه سال بردن بالا بنابراین من یه سال اینجا جدا افتادم از هم کلاسی ها مثلا هم کلاسی های مسلمون نه اونا هر جا می رفتن خلاصه جلو بودن نسبت شاگرده دیگه Thank you.